در دانشگاه UCLA یک سخنرانی جالبی رو انجام داد به نام از سنت تا مدرنیته. امشب خودشون در این برنامه حضور دارن و با هم در زمینه سنت و مدرنیته گفتگو میکنن. خوش آمدید آقای دکتر. سپاسگزارم از محبت و لطف شما. خدمت شما و بینندگان خوب عزیز سلام عرض میکنم و خوشحالم که در خدمتتون هستم. خب جناب دکتر، اگر بخوایم که عرض میکنم شما دنباله مطالبی که جناب جان بگلو گفتن رو ادامه بدید، چون فوق العاده جالب و جاذب است و بعدا میشتم منبع اصلی و اساسی است، آگاهی و دانش ایشون هم فوق العاده است. والا من فقط برای افتتاح بحث از اون استفاده کردم و چون در عین حال معتقدم به اینکه نقطه نظرهایی که شما بیان میکنید در بعضی از موارد با توجه به اینکه سخنرانی جناب عالی رو هم دو سه بار گوش کردم یه تفاوت‌هایی داره و شاید در کار خواندن نظرات دکتر جهانبگلو نوعی شیطنت درش دیده میشد که امیدوارم شما مچ بنده رو بگیرید در طول بحثی که مطرح می‌فرمایید. حالا بگذاریم. نه البته من در خصوص شیطنت شما هیچ اشکالی ندارم. مچ شما که سهل دستتون پلوی همه بینندگانم رو باز است. بنابراین اون احتیاج به اثبات نداره. دفعه قبلم راجبش کمی صحبت کردیم. ولی آنچه که فرمودید من نمیدونم آیا برگر چون من این کتاب رو نخوندم. و برگرفته اگر بود از مطالبی که ایشون بیان کردن همطور که به درستی اشاره فرمودید من نظری کمی متفاوت دارم، ولی در این گونه موارد دو تا مسئله است. یکی موضوع طبقه بندی یا طرحهای طبقه بندی است که همه گونه هر کسی آزاد اون انجام بده و علم نیست. اینکه من بیام انسان رو دو گونه بدونم، زن و مرد بر چهار گونه بودم، کودک و بزرگسال، طرحهای طبقه بندی است. دومی که این مفاهیم هر کدام چه تعریفی دارن و بنابراین اگر هستالی یه سیستمی دارید آمدید یه مجموعه‌ای رو به گونه تعریف کردید، یه کسی که میتونه یه سیستمی داشته باشه به گونه دیگه تعریف کنه، اما اگر در کلیات با هم مشترکید مجبورید در این زمینه‌ها با هم توافق کنید، در غیر این صورت گفتگو ادامه پیدا نمی‌کنه. و چون میدونم احتمالاً چون هیچ صحبتی من و شما راجع به این موضوع با هم نکردیم، میدونم با توجه به اینکه فرمودید سخن من در دانشگاه شنیدید، من بین مدرنیته و مدرنیسم که در بسیاری از موارد بسیاری از آگاهان و دانایان تفاوت و تفکیکی شاید به یک اعتبار قائل نشدن کاملا تفاوت قائلم. و دوم اینکه فکر میکنم با توجه به زمینه هایی که بهش اشاره احتمالا خواهم کرد اگر مورد نظر هستالی است، خواهم گفت که مفهوم مدرنیته خیلی مورد اختلاف نیست و یا اصلا به یک اعتبار نباید باشه. مثل که شما بگید انقلاب صنعتی رو ما از کی میخواییم به حساب بیاریم، یا فرض بفرمایید انقلاب فرانسه رو از کجا میخواییم شروع کنیم. به هر حال درست اختلاف نظر کمی وجود داره، ولی به نظر میرسه در کلیات افراد بالاخره به یه توافقی میرسن. حالا هر گونه که هستالی با توجه من میخوام شما اگر که محبت بفرمایید، چون سنت هست و مدرنیته و به تبع سنت و مدرنیته این وسط یک مفهوم دیگه از قلم افتاده، یعنی مدرنیسم، حالا مدرنیسم، مدرنیزاسیون، همه اینها، از سنت شروع کنیم. ویژگی های سنت، خصوصیات سنت، از کی جامعه بشر به هر حال میبینه سنت براش کافی نیست، تغییر سنت به چه ترتیب انجام میشه، مدرنیسم آیا واقعا یه مفهومی است که آغازش رو فرض کنیم هیچ اختلافی هم با هم نداشته باشیم، از جنبش لوتر باید شروع کنیم، از 1800ی که هگل میگه باید شروع کنیم، خب چه ویژگی داره، چرا ما نمیتونیم تغییراتی رو که در جهان اتفاق افتاده به طور نسبی باهاش برخورد کنیم و هر زمانی نسبت به زمان قبلترش میتونه یه نوع دوره مدرنتری باشه. حالا وارد مفهوم مدرنیته نمیشم. آیا سوالم تونستم بگم؟ مطلبی که میفرمایید درسته، فقط یه تفکیکی لازم هست که ماجرای مدرنیته یا مدرنیست رو ما از نگاه تاریخی میتونیم بررسی کنیم نه جغرافیایی. چرا بسا امروز هنوز مثلا 50% دنیا هنوز در مرحله سنت هست و اصلا وارد مدرنیته و مدرنیسم هرچه هست نشده. بنابراین من و شما در اثر
پیشتازی هر کدوم از اونها گفتگو رو میکنیم. هر کسی که جلو هست تاریخ رو بر اساس او یا مطلب رو بر اساس او به حساب میاریم. اشاره فرمودید اتفاقا گفتگوی مدرنیته و مدرنیسم به نظر من از همون بحث سنت یا ترادیشن شروع میشه. وقتی شما میفرمایید سنت و مدرنیته و در مقابل هم قرارش میدید، به نظر من موضوع فوق العاده مهم این هست که ماجرای سنت دو تا جنبه داره. یکی جنبه فیزیکی و مادی که آخر کار به مسئله علم و تکنولوژی و ابزار و زمینه‌های فنی مرتبط میشه و در نتیجه اون جنبه سنت رو که نوعی تکرار گذشته است به دنبال خودش داره، و دوم افکار و عقاید و باورهایی یا اصولا نظام اجتماعی و فرهنگی که با خودش نظام خانواده و آموزش و پرورش و اقتصاد و سیاست و حقوق و بقیه جنبه ها رو داره در بر میگیره. وقتی که صحبت از سنت میشه به هر دو جنبه اشاره است، و به همجاست که بسیاری همطور که اشاره فرمودید فکر میکنم جناب جانگوگلو هم دقیقا همین کار رو میکنن، یعنی همطور که سنت رو براش دو تا جنبه قائلن، یه جنبه فیزیکی و مادی، یه جنبه اجتماعی، مدرنیتر هم اینگونه میگیرن. ولی اگر شما به یه مقدار متون نوشته شده در این زمینه در اروپا و امریکا نگاه کنید، اونا مدرنیته و مدرنیسم رو دو چیز متفاوت میتونن، یعنی دو تا جنبه. و اجازه بدید که چون من به اون نظر نزدیکترم عرض میکنم موضوع چه هست. وقتی شما صحبت از سنت میکنید، یعنی یه نوعی از زندگی مادی که ما بر اون اساس حرکت کنیم، درسته؟ فرض کنید اختراع یا اکتشاف آتش یا چرخ، یا فرض کنید اهلی کردن اسب، یا مواردی که اشاره فرمودید رو ما در تاریخ، یا تا اختراع چاپ به وسیله گوتنبرگ که اون واقعا مسئله است که جای گفتگو داره، شما میتونید اینا رو مبنا قرار بدید برای دو تا مرحله. ولی به نظر میرسه که اگر نخواهیم خودمون رو درگیر 10 یا 20 تا تقسیم بندی کنیم و بخوایم یه ذره محدودتر عمل کنیم و در مقابل سنت مدرنیته یا مدرنیسم رو بگذاریم، اون وقت سنت میشه همه گذشته به یک اعتبار، یعنی همه اون دوران‌ها رو در بر میگیره. و در تحلیل نهایی رابطه انسان با طبیعت و با انسان‌های دیگه در یه چارچوب علمی، فنی، ابزاری، تکنولوژی است که همچنان ای بسا بیش از 90% نیروی انسانی یا حیوانی است، یعنی شما اون رو تو اون چارچوب میبینیدش و با خودش یه نظامی از باورها و اعتقادات و نظام اجتماعی رو به وجود میاره. بنابراین من در عنوان سخنرانیم چه بود؟ از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم، از آنجا و آنها و دیروز تا امروز اینجا و من و ما، یعنی اون تفکیک رو من اینجا قائلم. پس بنابراین بگذارید عرض کنم من چگونه میبینم. من عرضم این هست که ما طی 400-500 سال گذشته وارد مرحله مدرنیته شدیم. تمام تاریخ بشر رو حالا شما بخواید به 15000 سال ببرید، به 20000 سال ببرید، به 12000 سال ببرید، همه دوران سنت، یعنی همه اونجا سنتن. و به همین جاست که در اون گفتگو هم اینو عرض کردم که اگر آغاز خلقت رو، بیگ بنگ رو، من و شما در روز اول فروردین و در ثانیه اول روز اول فروردین بگیریم، تمام تاریخ بشر تاریخ سنت بوده، میرسه به ثانیه آخر قبل از تحویل سال که دوران مدرنیته است. و به نظر من این تفکیکی است که بیشتر پذیرفته شده، یعنی همه تاریخ بشریت دوران سنتی است که میشه نشون داد، برای که تقریبا تکرار یک مسئله است نزدیک به هم. پدران و پسران خیلی با هم تفاوت نداشتن، مادران و دختران با هم تفاوت نداشتن، با وجودی که 500 سال گذشته، 700 سال گذشته و ما با یه مقدار شرایط نسبتا ثابت روبرو بودیم. و درست در ثانیه آخر، یعنی 365 روز و مثلا 6 ساعت و 59 دقیقه و 59 ثانیه گذشته، در ثانیه آخر که 400-500 سال گذشته است، در حقیقت مدرنیته سرکلش در جهان در زمینه پیشتازی پیدا میشه. پس الان ملاحظه میفرمایید که من سنت و مدرنیته رو اینجا میدم و اینجا به سنتی کار دارم که جنبه ابزاری، فیزیکی، مادی داره و تنها چیزی که بهش نزدیک میشه
اقتصاده یا علم اقتصادی که میان همه علوم اجتماعی هم جایگاه خاصی داره. در حالی که وقتی من به مدرنیته میرسم، صحبت من این است که طی 400-500 سال گذشته به دلیل تغییراتی که در نگاه عقلا به واقعیت شده و ازش علم و تکنولوژی و فن و مهارت ها به وجود اومده و به یک اعتبار ماشین وارد زندگی انسان شده، تا اونجایی که امروز فقط 2% نیروی کار در کشورهای پیشرفته از بازوی انسان 98%ش رو ماشین به یک اعتبار داره انجام میده، ما وارد مرحله مدرنیته شدیم. بنابراین مدرنیته از نظر من یک نظام علمی، صنعتی، ابزاری، فنی، تکنولوژیک، هر چی بخوای نامش رو بذارید، و جنبه کاملا فیزیکی و مادی در ارتباطات انسانی و ارتباط انسان با طبیعت داره. اما مدرنیسم برمیگرده به مفهوم دیگری از سنت، و مدرنیسم یعنی نظام اجتماعی، که من در اون سخنرانی به 12 قسمتش اشاره کردم، یعنی به نظام خانواده، پرورش و تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، نظام فلسفی، نظام اخلاقی و در نتیجه اعتقادی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام حقوقی قانونی و قضایی، نظام فرهنگی و بالاخره نظام اجتماعی. یعنی این مجموعه دیگه مسئله مدرنیسمه. یعنی اینا بر روی پیکر علم و صنعت و فن و تکنولوژی و ابزاری که انسان ساخته، حالا یه نوعی از انسان و یه نوعی از باورها و اعتقادات، فلسفه و جهانبینی، اصول اخلاقی انسانی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام حقوقی، نظام آموزش و پرورش، نظام خانواده، همه اینا به دنبال شرکت بکنه، و در اینجا با دو تا انسان روبرو هستید: انسان سنتی تمام تاریخ و انسان امروز و مدرن، انسان دیروز و انسان امروز. بنابراین من در تقسیم بندی که در اونجا صحبتی راجبش کردم اشاره فرمودید، اینا رو قائلم. پس من سنت رو به دو تا جنبه میگیرم، هم جنبه فیزیکیش هم جنبه اجتماعیش، و مدرنیته رو فقط جنبه فیزیکی ماجرای 400-500 سال اخیر میگم، و مدرنیسم رو ماجرای در حقیقت 400-500 سال گذشته است که نتیجه این تغییرات و دگرگونی است. و به همین جهت است که حرکت از سنت است با دو تعریف مادی و اجتماعی، و مدرنیته که زمینه فیزیکی و مادی داره و فقط علم اقتصاده که میاد در حقیقت سقف اون قرار میگیره، و حالا اون چیزی که حالا به اصطلاح مارکس رو بنا هست میشه مدرنیسم. و در نتیجه به من میفرمایید مدرنیته از کی شروع شده در جهان؟ میگن 400-500 سال گذشته، هنوزم یه دهی به اونجا نرسیدن. و مدرنیسم چی؟ میگم اونم مثلا یه چند سالی بعدش ناچار تحت تاثیر اون دگرگونی ها به وجود آمده، ولی دیگه تفکیکش معنی نداره. بنابراین از نظر من مدرنیته و مدرنیسم یعنی ثانیه آخر یک سال خلقت، یک سال خلقت در ثانیه آخر آمده. و در خصوص مدرنیته در ایران، همونطور که در اون سخنرانی اشاره کردم، واقعا از ماجرای عهدنامه گلستان و ترکمن چای 1813 و 1828 در حقیقت شروع شد. در ایران یه سابقه فرض بفرمایید 200 ساله داره، در حالی که در اروپا یه سابقه 400-500 ساله داره. این اون تفاوتی است که برای من قائله. پس بنابراین وقتی راجع به مدرنیته صحبت میکنم، یعنی کامپیوتر، یعنی تلویزیون، یعنی رادیو، یعنی اتومبیل، یعنی هواپیما، یعنی کار پزشکی، یعنی جراحی، یعنی دارو، یعنی همه اون چیزا، یعنی مدرنیته. این مدرنیته است که ما وارد دنیای تازه شدیم. امروز پزشکی چیز دیگه است، امروز حمل و نقل موضوع دیگه است، امروز گفتگوی جنبه دیگری داره، امروز تصویر یه نقش دیگری داره. اینو تفکیک باید کرد با همه گذشته. یعنی وقتی هستالی اینجا الان تلفن دست تو میتونید با عزیزتون در ایران صحبت کنید، وقتی من و شما اینجا در لس آنجلس نشستیم، در ایران یا در استرالیا میتونن من و شما رو تقریبا با چند لحظه بعد ببینن. ما یا در یه دنیای دیگری هستیم، و وقتی که ارتباطات انسانی معنای دیگه‌ای داره، وقتی انسان میتونه برای اولین بار تمام کره زمین رو نابود کنه در حالی که در گذشته نمیتونسته، چون نادان و ناتوان بوده، امروز دانا و توانا شده. فقط کافیه یکی از این کشورهای ابرقدرت هرچی موشک دارن با آسمون بفرستن، اونجایی که گفته شده 46 بار میتونن خاک کره زمین رو خاکستر کنن، دوباره بسازن، دوباره خاکستر کنن با ابزار
کشتار همگانی که در اختیار دارن، این خیلی متفاوته تا اون زمانی که یه نفر بخواد کسی رو بکشه و اون جنگ ها وجود داشته، یا حتی 400 500 سال قبل که آخرین توانایی من و شما یه تدابیری بوده که از عهده کشتن چند نفر برمی اومد. بنابراین مدرنیته از نظر من توانایی علمی و صنعتی و فنی و تکنولوژی و ابزاری، در حالی که مدرنیسم افکار و عقاید و باورهاست. یعنی این تفکیک فرهنگی اجتماعی در مقابل جنبه مادی. شما میخواید به نتیجه برسید که مدرنیسم نتیجه و محصول مدرنیته است؟ کاملا و دقیقا. یعنی اصلا ممکن نبوده یک کسی در گذشته بتونه اینگونه حرف بزنه و فکر بکنه. جناب فروزنده عزیز، آیا شما هیچ مطلبی مال 1000 سال 2000 سال قبل میتونید به من نشون بدید که بگید مثلا اون کانال تلویزیونی رو ببین، یا اون گونه با مادر از لس آنجلس با ایران حرف بزن؟ یعنی اصلا به ذهن نمیاره، یا مثلا تو بتونی داخل بدن تو ببینی، یا بتونن قلب تو رو ببرن؟ یه قلب دیگه. چرا از واژه زیربنا و روبنا استفاده میکنید؟ یعنی مدرنیته زیربناست و بنا به تحلیل مارکس که از اون میگیرید شما این رو، مدرنیسم روبنای ماجرا. کاملا با این فکر کنم نظر درستی است و در این بحث نمیخوام با افکار مارکس بحث رو مطرح کنم، ولی وقتی شما به، چون در مارکس تنها مسئله ابزار نیست، مالکیت وسایل و عوامل تولید هم هست، یعنی اونجاست، و بعد اونه که اصلا بقیه رو به یک اعتبار میسازه، و این دومی درسته، قسمت اول نه. بنابراین اگر پس داری به من بفرمایید که همون بحث زیربنا و روبناست که زیربنا تا حدودی میشه مدرنیته و روبنا میشه مدرنیسم، کاملا با تو موافقم. مدرنیسم انکار سنته؟ بله، برای که عکس همن. درست مثل این که امروز گفتگوی من و شما با گفتگوی تلفن شما از اینجا به ایران یه چیز دیگریست، نه اینکه اون نفی میشه، اون سر جاشه، ولی اصلا جایی به اون صورت نداره. یا پزشکی امروز با پزشکی دیروز، یا هنر امروز. شما ببینید الان قبل از برنامه‌ای که من در خدمتتون بودم، مرگ پاشای عزیز رو نشون دادید که در ایران اتفاق افتاده، و یه دلیل این چه بوده؟ علت چی بوده؟ که وسایلی وجود داشته که مردم بتونن اون رو بشنون، و نه تنها بشنون، اون رو با تمام وجودشون احساس کنن. و شما حالا میبینید یه جمعی اومدن که نه قبلا قراری با هم داشتن، نه نقشی ایفا کردن، نه تمرین کردن، اومدن آنچنان تحت تاثیر یه خواننده بودن که شعر او رو حفظن، و با اون حال همه با هم در یه فضای باز که کسی رهبری ارکستری نداره دارن میخونن. این یه چیزیست که خیلی متفاوته با گذشتگان. به جای لا اله الا الله با ترانه خودش او رو دارن بدرقه میکنن برای رفتن. اون باز یه برداشت متفاوته، ولی این خیلی متفاوته. ببینید شما جناب فروزنده، همیشه پیامبران اولوالعزم و عالی مقام رو با کتاب آسمانی معرفی کردن. در زمان خودشون کتابی در کار نبود. حضرت موسی توراتی در اختیارش نبوده، حضرت مسیح انجیلی در دستش نبوده، حضرت محمد قرآنی دستش نبوده، اصلا نبوده. حالا بگذاریم از اینکه عکس شما میبینید، ولی اینا که نبوده. یعنی شما آخه فکرشو بکنید، در زمان حضرت موسی چیزی به اسم تورات به هیچ شکل و فرمی نیست. در زمان حضرت مسیح اناجیل اربعه، تازه یه مقدارش همش بعد از شهادت حضرت مسیح، و بعدن یه دن نشستن سالها حتی دهها بعد. قرآن کریم رو شما به راحتی میبینید که در زمان عثمان و در دوران حضرت علی است که تنظیم میشه، شاید بیش از 20 سال از وفات حضرت محمد گذشته، اصلا وجود نداشته. حالا شما در دنیای الان زندگی میکنید که الان صحبت من و شما هست، الان میتونن پخشش کنن، همه چیزم تکلیفش روشن و مشخصه. معلومه یه پدیده تازه است که همه روابط رو و شرایط و موقعیت ها رو دگرگون کرده و دنیا رو تبدیل به یه دهکده جهانی کرده، و این یه چیز تازه است. بنابراین دو تا قسمت عرض من، چون نه اینکه خیلی مهم باشه این تفکیک، ولی چون فرمودید من مدرنیته رو ترجیح میدم به جنبه فیزیکی، مادی، علمی، صنعتی بدونم، و مدرنیسم رو یه چیز دیگه ای بدونم، و در نتیجه نه اینکه اشکالی هم وجود داشته. حالا یه کسی بخواد بگه مدرنیته مدرنیسمه، بسیار باید به دو تا جنبه فیزیکیش و مادیش و یا علمی یا صنعتیش با جنبه روانیش یا اجتماعیش یا سیاسیش یا اقتصادی اشاره کنه. ولی ما در دنیایی هستیم که وقتی یه چیز اینقدر با هم متفاوته، دو تا نام مختلف روش میذاریم، میگیم چشم و ابرو. و شما میتونید بگید چشم، قصدتون است که اینجا موجه دارید، ابروتون هم روش باشه. ولی ما اصلا در دنیای علم و تخصص بزرگترین کار ما تفکیک بیشتره،
گذاشتن نام روی مفاهیمی و بعدن صحبت کردن. دکتر شما میفرمایید که مدرنیته در واقع محصول کمتر از این ثانیه آخر تاریخ بشره، تاریخ خلقت، تاریخ خلقتی که ما درش هستیم. اما این ثانیه خیلی طولانی بوده، یعنی واقعا به معنی مطلق ثانیه در مقایسه نیست. یعنی عناصری که من خوندم خدمتون، دستگاه چاپ، سقوط بیزانس، رنسانس، جنبش لوتر، انقلاب فرانسه، اینا همه عناصر. من غیر از چاپ بقیه را اصلا مقایسه، این مثل اینه که بنده بگم مثلا فرض کنید فریاد بنده و یا شعری که اون آدم گفته، یعنی بخواد بگید اینا هم وزن نیستن تاثیرشون. ابدا. من تنها چیزی که در خصوص چاپ دارم میتونم جهش رو بفهمم. بنابراین بزرگترین اتفاق هزاره دوم احتمالاً اختراع چاپه، اونو میتونم بفهمم. برای رنسانس نیست، کتاب رنسانس که بعد برمیگره به قسمت مدرنیته، یعنی شما دیگه مقدمه اون هست برای رنسانس و اصل روشنگری است، اونا دیگه وارد اون حریم میشن که حالا چگونه بخواید حرکت شید. ولی ببینید جناب فروزنده، بیاد موضوع رو یه جور دیگه بهش نگاه کنید. موضوع چرا از نظر من مطرح هست؟ شما نگاه کنید، انسان دیروز و انسان امروز دو تا موجود متفاوت، از نظر من دو تا موجود کاملا متفاوت. انسان دیروز با انسان امروز کاملا متفاوت. انسان دیروز چه هست؟ همینجاست که این تفکیک رو برای من به عنوان کسی که کمی کمی با مسائل روانی اجتماعی آشنا هست معنی دار میکنه. انسان دیروز چگونه انسانی است؟ انسان دیروز انسانی است که اولا با حسش داره زندگی میکنه، با سنسیشنش، همه چیز براش فیزیکی و مادی، همونطور که در کودک انسانی. و این انسان فیزیکی دیروز با دو تا توان انسانی روبرو میشه، یکی هوشش اینتلیجنس و یکی تخیلش ایمجینیشن. و بنابراین شما در طول تاریخ چه میبینید؟ در طول تاریخ انسانهایی رو میبینید که از یک طرف با حس و از جانب دیگه با هوش و تخیل زندگی میکنن. شما هر کتابی که دلتون میخواد ماره 700 سال قبل، 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، 4000 سال قبل رو بیارید، من به شما نشون میدم در اینجا حس، هوش و تخیل، حس و هوش و تخیل. بنابراین انسان گذشته با حس و هوش و تخیل زندگی کرده، همونطور که کودک انسانی میکنه. امروز ما از نظر علمی میدونیم کودک انسانی در یک سال اول با حسش زندگی میکنه، بین یک تا هفت سالگی با هوش، حس و تخیلش زندگی میکنه. اگر کار دنیا همینجا تموم شد ما مشکل نداشتیم. اشکال کار این است که این حس و هوش و تخیل، یعنی این ایمیجینیشن، سنس و اینتلیجنس، از توش دو چیز در میاد، یکی احساسات، عواطف و هیجانات، فیلینگ اند اموشن. این احساسات و عواطف چیه؟ شادی با غم، استراب با آرامش، امنیت با عدم امنیت، امیدواری و ناامیدی. و در حقیقت از اون 200 صفت انسانی که میشناسیم بیش از 180 90 تاش توی 7 سال اول شکل و فرم میگیره. میتونم وارد اون بحث بشم، یعنی من و شما بین 1 تا 7 سالگی است که آدم غمگینی یا آدم خشمگینی یا آدم نگرانی یا یه آدم حسودی یا یه آدم خجالتی و یا یه آدم با احساس گناهی، با یه آدم وسواسی، با یه آدم بدجنس، یه آدم کینه‌توز، یه آدم خسیس، یه آدم لجباز، یه آدمی که اعتماد نمی‌کنه، یه آدمی که امیدوار نیست، یه آدمی که بدبینه، یه آدمی که منفیه، یه آدمی که خودش رو دوست نداره، دیگران رو دوست، همه اینا روبرو میشه. تمام اینا مال حتی 3 سال اول تا 7 سال اول. و بنابراین اتفاقی که افتاده در طول تاریخ این بوده که ما با حس و هوش و تخیل تو اینا رو ساختیم. برای همین بزرگترین مشکل انسان در طول تاریخ چی بوده؟ ترس و اضطراب بود. بزرگترین مشکل غم و اندوه بود. بزرگترین مشکلش چی بوده؟ خشم و عصبانیت. بزرگترین مشکلش چی بوده؟ احساس گناه. گرفتاری اصلیش چی بوده؟ شرم و خجالت بود. عدم اعتماد و اطمینان بوده. و شما کاملا اونو میتونید ببینید. دوم، نظام باورها و اعتقادات. یعنی من به یه باورها و اعتقادات رسیدم. اینجا خداست. اینجا پیغمبر خداست. اینجا مادر منه که چنینه، اونجا پدر منه که چنینه. چون من در زندگیم تو 7 سال اولم ای بسا 7000 بار حضرت فلان گفتن و کتاب فلان گفتن، من یه احساسی دارم که او خورشید جهانه و بقیه هیچند و بنابراین با من آمده. اتفاقی که در طول تاریخ افتاده جان فروزنده این بوده که انسان با حس و هوش و تخیلش احساسات، عواطف و هیجانات ساخته و باورها و اعتقاد، بیلیف سیستمش، و این رو تا 70 سالگی و 107 سالگی برده. این انسان دیروز.
انسان دیروز با حس و هوش و تخیل، احساسات و عواطف و باوراشو ساخته. اما انسان امروز که 400-500 سال سر کلش پیدا شده، آمده یک گوهری رو، یه نیروی رو که در انسان بوده، ولی انسان از هر 100,000 نفرش ای بسا یکیش هم از اون استفاده نتونسته بکنه و به کارش ننداخته، به کار انداخته و اون عقل، rational mind thinking و reasoning آمده اونو درست کرده و وارد صحنه ذهن کرده. و این عقل که قبلا تو جلسات قبلی خدمتتون راجع بهش حرف زدم، یک خودش آگاهیه، دو پی بردن به روابط پنهان اشیاء، سوم پی بردن به قوانین جهان، چهار داشتن ترازو و میزان، پنج رسیدن به مرحله تجرید و انتزاع، شش تعریف مفاهیم کلیست و هفت دکتر عقل اونجاست. نه تموم بفرمایید، معذرت میخوام. نخواهش فرمایشون تموم. نه برای من این مهمه جواب فروزنده. یعنی موضوع من این است که به یک بار ظرف 300 400 سال گذشته، درست مثل اینکه هواپیما درست شده یا اتومبیل درست شده، یه نیروی در انسان وجود داشته، تونسته شکل و فرم بگیره که در گذشته بوده و اسمش هست عقل، رشنال مایند و یا ثینکینگ. این عقل نگاه کرده به واقعیت، علم ساخته. عقل نگاه کرده به واقعیت، علم ساخته. حالا من و شما تو هوایی از هر پرنده‌ای تونتر، حالا زیر دریاییم، حالا قلب رو عوض میکنن، حالا من و شما توان خلق هزاران هزار چیز داریم. من و شما اینجا نشستیم تو ایران، ما رو میتونن ببینن، صدای ما رو میتونن بشنون. همه اینا ظرف 400-500 سال گذشته از نگاه عقلا به واقعیت بوده که علم رو ساختن و اونو درستش کردن. حالا انسان امروز باید چگونه انسانی باشه؟ انسان است که باید علم و عقل و واقعیت رو بگیره، انسان رو اصل بگیره، نه هیچ چیز دیگه ای رو، اخلاق رو که به دلیل اصل بگیره. اصل بگیره به دلیل که تنها عقله که آزاده و اخلاق مندی، آزادی رو اصل بگیره و مسئولیتش رو قبول کنه. نتیجتا انسان امروز کیه؟ انسان امروز یه موجودی است که با علم و عقل و واقعیت، با آزادی و اخلاق و مسئولیت زندگی میکنه. در گذشته علم و عقل و واقعیت نبوده، اخلاق و آزادی و مسئولیت هم نبود. بنابراین شما کاملا یه انسان دیگری دارید. اینکه این انسان داره در این مسیر رشد میکنه اصلا توش تردید نیست. شما برای اولین باره که میدونید چه خبر. شما نگاه کنید به تاریخ، آدم ها نمیفهمیدن چرا بچه دار میشن، آدم ها نمیفهمیدن چرا پسر دختر میان، آدم ها نمیفهمیدن چرا بچهشون میمیره، آدم ها نمیفهمیدن چگونه است که محصولاتشون خوب یا بد میشه. هیچ خبر از هیچی نداشت. بر اساس تجربیات یه باورایی داشتم، ولی مثلا چه خبری؟ به همین جهت بود که مجبورم ماه و ستارگان رو وارد صحنه کنم. شما با انسانی امروز روبرو هستید که با علم و عقل و واقعیت و با آزادی و اخلاق و مسئولیت داره زندگی میکنه و این همون انسان امروزی که اصلا با انسان دیروز متفاوت. و گرفتاری و جنگی که در جهان وجود داره، جنگ میان سنت و مدرنیته نیست، برای که مدرنیته داره میره. مدرنیته تکنولوژی است که همینجور داره میره. چینی ها مقاومت کردن داره میره، ایرانیان که مقاومت کردن یه چیزایی داره میره، کارش نمیشه کرد، فقط درصدا رو کم و زیاد میکنن. بنابراین هیچ کس مانع مدرنیته نمیتونه بشه، ولی مانع مدرنیسم میتونه بشه. مانع مدرنیسم میتونه بشه. حالا همین نشد دکتر، مانعش میتونن بشن یا میتونن به تاخیر بندازنش. مانعش هم میتونن بشن، به تاخیر هم میتونن بندازنش. شما این مانع شدن خیلی خطرناکه. خب شما میتونید تلویزیون داشته باشید ولی نگذارید مردم برنامه درست حسابی نگاه کنند، آگاهی مردم پیدا کنند. میتونید ببریدشون، شستشوی مغزیشون بدید، ازشون یه آدم دیگه بسازید که داعش میسازه، شما رو تبدیل بکنن به اینکه تو خدای جهانی و خدا تو رو برگزیده و تو قراره دست خدا باشی برای زدن گردن هر آدم مخالف. پس مدرنیته یک شمشیر دو دمه کاملا و در ظرف این 300-400 سال مهم این بوده که این شمشیر یا درست این کارد دست قصاب بوده یا جراح بوده یا قاتل. بیشتر اوقات هم قصاب و قاتل بوده، دست جراحان هم. و دنیا و گرفتاریش اینجاست، برای اینکه مدرنیته ابزار رو میسازه. شما میتونید الان از آگاهی‌های علمی استفاده کنید، حالا باوره، حالا نمیخوام بحث علمی جای گفته باشه، شستشوی مغزی به یه آدمی بدید که یه آدمی را بیفته بره کسی رو بکشه. پس یه چیزی هنوز کمه. حتما، برای که مدرنیسم کمه، برای اینکه علم و عقل و واقعیت نیامده تا اوهام و خرافات رو پس بزنه.
علم و عقل و واقعیت نیومده تا انسان رو آزاد کنه، یا اونقدر هنوز اثرگذار نیست که بدون کار بکنه. بدون تردید، برای اینکه هنوز ما 2-3-4-5 ساله موندیم، هنوز بسیاری از مردم دنیا در حد 6-7 سالگی موندن. یعنی ببینید، شما نگاه کنید به استادان عزیز و برجسته، بنده با صدها نفرشون کار کرده، استاد دانشگاه، حتی استاد بزرگترین دانشکده، اون دارم دوستان یو اس سی بهشون بر نخوره، یونیورسیتی آف ساوترن کالیفرنیا و یو سی ال، دو تا دانشگاه بزرگ لس آنجلس، درست؟ شما استادای این رشته ها رو دارید که ببینید وقتی به مادرشون میرسه نگاه و نظری که دارن، درست مادر یه آدم نادان ابلهه. این که شما میگید مادر من برای من چنینی مثلا، ولی فکر کنید مادر شما چنانه که اصلا با واقعیت ها نمیخونه، یا پدرتون، یا نگاهی که درباره مسائل مربوط به آفرینش یا خلقت دارن، یا درباره خوبی و بدی دارن. شما این دفعه متوجه میشی که این آدم گرفتار رقیقا. و این همون مثالی است که همیشه عرض کردم، بسیاری از ما یه الاغ رو بستیم به یه ماشین آخرین سیستم، حالا برخی از اوقات میپریم رو الاغه، میریم در گذشته، برخی از اوقات میپریم تو اتومبیل میشیم. امروز گرفتاری که در بسیاری از کشورها از جمله ایران وجود داره همینه، که شما خیلی راحت میبینید یه زن و مرد با هم بحث میکنن، صحبت میکنن، رفتاری دارن مال گذشته، میشنن دوتایی حرف میزنن، میرن دوتا مهندس هم تبدیل میشن به آدم امروزه، گفتگوهاشون یه نگاه علمی عقلی واقعی است، در حالی که وقتی به هم میرسن رفتارشون رفتار گذشته است. مثلا نباید چهره هم دیگر رو ببینن یا به هم دست بدن، چون وقتی دست بدی، چون انسان که انسان نیست، انسان نر و ماده است، دست دادن به هم یعنی موضوع رابطه جنسی. خب این یه باوری است در خصوص انسان. تام انسانو ولش کنی، پسر و دختر روی هم قرار میگیره و بد میشه، پس باید جداش کرد که روی هم نباشه. ضمناً هم این زن یه ذره بدنشو نشون بده، این مرد روحانی تحریک میشه و کنترل خودش رو از دست میده. پس بنابراین تو بهتره هیچی رو نشون ندی. ای چه بهتر اصلا صورت دم آدم نبینه، ای بس اصلا از خونم بیرون نیای، حتی اگه که اومد در خونه کسی صدای تو رو که نامحرمه نشنوه. دکتر البته میدونم جواب این سوال رو، ولی میخوام مطمئن بشم. برای رسیدن به مدرنیسم، گذر از مدرنیته یا داشتن مدرنیته یک اصله، مثل حواس که وارد خونه شما میشه کارش نمیتونید بکنید. بین مدرنیسم، بین مدرنیته و تکامل چه تفاوت هایی هست؟ هر دوتاش یه مفهوم تکاملی دارن. اگر ملاک داشته باشید، شما روزی که بپذیرید این که ما بتونیم با این سرعت حرکت کنیم، تکامل در مقابلی که با اون سرعت حرکت کنیم، این که ما بتونیم یه نفر در فاصله 100 متری ببینیم یا 10000 کیلومتری ببینیم، اگر اینو پیشرفت میدید، ملاک دارید، مفهوم مدرنیته مفهوم تکامل. شما قبلا یه دونه قضا میتونید درست کنید، میتونید هزار درست کنید. شما قبلا میتونید یه ماشین درست کنید یا یه دستگاه حرکتی، حالا میتونید هزار درست کنید. مدرنیسم مسئله تکامل. اگر شما میپذیرید کاربرد عقل، کاربرد آزادی، موضوع اخلاق و مسئولیت تکامل، ولی اگر شما معتقدید نه، انسان قرار نیست آزاد باشه، انسان قرار نیست اخلاقی باشه، بلکه باید متوجه قانون داده شده باشه، و انسان قرار نیست مسئول باشه، بلکه قراره این آدم به نوعی محکوم باشه یا مجبور باشه، خب شما یه آدم دیگه ای رو ساختید. بنابراین شما میدونید هر وقت بحث تکامل میکنید، شما باید بپذیرید یه پایه داریم و ملاک، از کلاس اول میریم دوم، دوم میریم سوم. ولی اگر شما گفتید نه، کلاس اول، دوم، سوم فرقی نمیکنه، ما در مسیر تکامل قرار نمیگیریم. به همین دلیل که مفهوم تکامل پذیرفتن یه پایه است و قبول کردنی که از یه پلاتو، از یه مرحله به مرحله دیگه میریم. هستالی کلاس دهمی میره سر کلاس فیزیک، بعد میره سر کلاس شیمی، بعد میره تاریخ، همه اینا کلاس دهمه. ولی اگر تاریخ کلاس دهمی رو با تاریخ کلاس یازدهی شما مقایسه بکنید، حالا شما مفهوم تکاملی رو خواهید داشت. بنابراین مفهوم مدرنیته و مدرنیسم هر دو بر اساس پذیرفتن پایه و ملاک میتونه اصل تکاملی باشه. به من یه نکته رو شما بفرمایید، اون اینه که در دوران مدرنیسم
بر سر مفاهیم مذهبی و بر سر خدا چی میاد؟ به نظر من بسیار روشنه. دنیای مدرنیست به من شما میگه سه تا شناخت یا آگاهی ما داریم: شناخت علمی، شناخت فلسفی و شناخت مذهبی، و هر سه رو هم متوجه. شناخت علمی به طبیعت و جهان مرتبطه، به جهان فیزیکی و مادی، و به راحتی مشخصش میکنه که این طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده، هرگز درش قاعده ای شکسته نشده، سیستم بر اساس اون اصلی که در زمینه عادی میشناسیمش، یعنی در اون فیزیک به یک اعتبار نیوتونی، داره کار خودش رو میکنه. و به همین دلیل که هواپیما بلند میشه، الان همین سفینه، من نمیدونم اسمش چی گذاشت، فرستادن بعد از این همه مدت 6 میلیون نمیدونم چقدر میلیون مایل رفت سفر کرده، رفته روی جایی باید بگیره بشینه، بعد یه ذره مثل که به جای پنجامت این ور اونور نشسته، بعد یه ذره کج نشسته، کار دستشون داده. شما فکرشو بکنید، شما از اینجا بتونید چیزی رو بفرستید، مدت ها بره، متاسفانه اطلاعات دقیق رو ندارم، و برسه به اونجایی که شما میخواید. شما الان نگاه کنید، شما رو سوار هواپیما میکنن به لس آنجلس، میگن میرید به لندن، 10 ساعت و مثلا 19 دقیقه تو راهید، بعدم حتی با دستگاه اتوماتیک میتونید چرخ هواپیما رو به یه جایی به یه فاصله کمی بزنید، دستگاه اتوماتیک خلبان هم نمیشه. ما تو همچین دنیایی زندگی میکنیم، ما تو دنیایی هستیم که من و شما یه شماره میگیریم، وصل میشه با ایران، با عزیزمون صحبت میکنیم. شما در همچه دنیای مرتب و منظمی، این طبیعت هست، بنابراین این جهان علمه، بقیه هم قرار نیست توش دخالت بکنم. بارها عرض کردم از هیچ جای دیگه یک دونه اختراع و اکتشاف تو این جهان نشده و هیچ مشکل انسان رو نه در جهت پزشکی، نه مهندسی، نه کشاورزی حل نکردن. اگه میگن ما قرار نبوده حل کنیم، من بحث ندارم، ولی جهان طبیعت رو به جهان علم بگذارید، بعد من شما به عنوان انسان و به خاطر اون مغز یه مقدار پرسش‌هایی داریم که این پرسش‌ها از عهده علم بر نمیاد و این پرسش‌ها رو انسان مطرح می‌کنه و از طریق نظام عقلی و استدلالی کوشش کنیم برایش پاسخ بده. برام یه جهان‌بینی فلسفی و یه گروهی حرفشون این است که علاوه بر این جهان فیزیکی و مادی، انسان یه جنبه روحانی داره، جهان یه خالقی داره و وارد حریم بحث و گفتگوی مذهبی میشن و در اونجا بر اساس یه اصول و قواعد دیگری، ولی همچنان استفاده از زبان فیزیکی و مادی گفتگو میکنه. این ستا رو باید تفکیک کرد. بنابراین این پوزیشن من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، من به وجود خدا باور دارم، در چارچوب اون نظام هیچ دلیلی برای اثباتش ندارم، هیچ دلیلی هم هیچ کس برای ردش هرگز ارائه نکرده. تمام این گفتگوهایی هم که میشه وقتی در تقسیم بندی برسید تکلیفش روشنه. عالمی که برگرده بگه من ثابت میکنم خدا هست عالم نیست، عالمی هم که برگرده بگه من ثابت میکنم خدا نیست معلومه یه جاهل به تمام معناست و یه خودخواه. برای که این تفکیک ها مشخصه، تکلیف اونجا معلومه. بحث خدا بحث فلسفی مذهبی است، بحث علمی نیست. به همینجاست که هیچ دانشگاهی معتبری در هیچ جای دنیا حتی یک دقیقه وقتش رو صرف قبول خدا و رد خدا نمیکنه. این UCL اینجاست، USC هم اینجاست. شما تشبیه دارید بگید کجا میشه رفت ببینیم خدا هست یا نیست، یا کدام دیپارتمنت در این دو دانشگاه معتبر در شهر لس آنجلس دارن روی خدا کار میکنن؟ یک دونه درس، یک لغت، یک جمله نیست، برای که کار دنیای علم نیست. بنابراین عالم به عنوان انسان حق داره باور داشته باشه یا نداشته باشه، ولی به عنوان فیزیک و فیزیک، نه فیزیکدان، نمیتونه حرف بزنه، به عنوان فیزیکدان همه چی میتونه بگه. شما پزشک هم میبینید که معتقد کار پزشکیش درست نیست، ولی پزشکی با پزشک متفاوته، فیزیک با فیزیکدان متفاوته. این تفکیک بکنید، تقسیم روشنه. ماجرای خدا، ماجرای عالم بعد، متافیزیک مال بحث مذهبی است با قواعد خودش، و اونجاست که شما بر اساس باور حرکت میکنید و ادعی هستن که اون رو مهم میدونن یا نمیدونن. تو این دنیا جایی نداره ابدا، و به همینجاست که هیچ کس، باز برای من این مهمه، هر کی ادعا داره روی خط شما تشبیه بیارن، هر وقت خدمتتون بودم، دلیلی برای اثبات وجود خدا نیست، هیچ کسی هم دلیل برای رد خدا نیست. بیگ بنگ هم هیچ ارتباطی به بود و نبود خدا نداره. اگه کسی بخواد ازش اون نتایجو بگیره واقعا معلوم اصلا نمیدونه چه بحثی. پس بنابراین در یه تفکیک و تقسیم معلومه اینا مباحث فلسفی هست، اینا مباحث مذهبی هست، مفروض علمی هست. تنها تغییری که پیدا شده یه مقدار چون علم در حال حرکتش وارد حریم فلسفه میشه و مسائل فلسفی وارد حریم علمی میشه. نمونه برجستش بحث اخلاق بوده که بحث فلسفی و مذهبی بوده، در قسمت فلسفیش وارد حریم
علمی داره میشه و در دنیای علم میشه راجبش صحبت کرد و بحث کرد. بنابراین این دوتا چون به هر حال به عقل انسانی مرتبطن ارتباطات مربوط به خودشون رو داره، ولی مبحث خدا، مبحث روح، مبحث عالم بعد، اینا مسائلی هستن که به قول معروف آن را که خبر شد خبری باز نیومد و ما در اینجا هیچ کس راجبش هیچی نگفته، چون این تأکید رو بخوام بکنم و از اون راه های دیگه هم هیچ موضوع و مسئله اینجانی حل نشد. خب وقتی شما میفرمایید که علم هست و فلسفه هست و مذهب نیست اینطور؟ یا سه تا شناخت هست، یا سه تا شناخت هست، بعضی از این شناخت ها میاد و در کار شناخت های دیگه میگذاره. علم هم علم در کار مذهب میذاره و هم مذهب در کار علم میذاره. من اولیشو قبول ندارم، یعنی علم در کار مذهب نمیذاره. نه شما برگردید، وقتی که شما پیدا میکنید رابطه به اصطلاح این تلفن رو و ارتباط با ایران، این علمه. بله، بنابراین دیگه مسائل نه خدا رو ثابت میگه نه رد میگه، خب معلومه غیبی درش اصلا نمیتونه به باشه. نه بنابراین شما اگر میگید غیبیه، میگن برو تو اون بحث مذهبی بحث کن، اینجا غیبی در کار نیست. به همجاست که تمام گذشتگان و این 124,000 نفر خودشون تلفن نداشتن. خیلی خوب، ولی از این طرف شما نتیجه گیریتون رو بکنید، ولی شما میخواید نتیجه بگیرید پس ما نتیجه میگیریم، اون کاری که خوب نتیجه گیری من باش موافق نیستم. من حرفم این است که اینجا کاری است که داره کار خودشو میکنه. من سوار اتومبیل شدم دارم میرم. حالا اگر شما میخواید بگید که مذهب نمیاد تو کار علم دخالت، چرا اونا دارن میکنن؟ اینجا گرفتاریه. علتش هم این است که جناب فروزنده مذهب خب یه تقابلی بین این نیروها نیست. نه اون که حتما هست، ولی شما به من چی فرمودید؟ شما من فرمودید که در مدرنیسم تکلیف شناخت انسانی و ماجرای خدا کجاست؟ عرض کردم در مدرنیسم شناخت علمی، فلسفی و مذهبی است. نمیخوام بگم اینقدر کلیر کاته و روشنه، ولی به هر حال این تفکیک است. برای من مسئله ای نیست، من مشکلی اونجا ندارم، میتونم این تفکیک رو انجام بدم. بعد شما به من چی میفرمایید؟ میفرمایید حالا مذهب آمده وارد حریم فلسفی شده یا وارد حریم علمی شده؟ میگم خب تقریبا وقتی شده کار خراب شده. قبلا هم خدمتتون عرض کردم تمام متون مذهبی رو که آمدن بحث کردن راجع به پزشکی شما جمع کنید، تازه اونش که ای فرض کنیم درسته، درس یه روز دانشکده پزشکی نمیشه. تمام حرفایی که راجع به جهان طبیعت زدن به هیچ وجه درس یه روز دانشکده مهندسی نمیشه. تمام حرفایی که زدن درس یه روز دانشکده کشاورزی نمیشه. همشو قبول کنید، هستونه بگید آقا ما همه کتابهایی رو که یه عده معتقدن آسمانی الهی رو جمع میکنیم، همه هم قسمت های پزشکی و مهندسی و کشاورزی سه تا موضوع اصلی رو میکشیم بیرون، بذاریمش کنار هم، بریم حالا سر یه دانشکده پزشکی. برای اینکه ما به مدرنیسم معنی دار برسیم که جنبه انسانی هم داشته باشه. مدرنیسم با انسانیت چه ارتباطی داره؟ برای که مدرنیسم اولین حرفش اینه که اصل و اصالت با انسان، نه باورهای انسانی. ببینید جان فروزن، باز همینجاست بحث مدرنیسم این است که خدا حتما مقدس 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 مقدسه، اما وقتی تو ذهن منه از من کوچکتر کمتره، به همینجاست که از خدا من اینقدر سوء استفاده میکنم. چرا خدای من مسئله داره؟ خدا مسئله نداره. همینقدر که من بزنم درست مثل یه بچه بگید مادر چی میگه؟ شیر میده. خب این مشکل بچه است، مشکل مادر به عنوان یه انسان نیست. پس بنابراین گفتگویی که در اینجا مطرح است این است که در این ذهنیت و چارچوبی که من و شما قرار گرفتیم تکلیف کار بسیار بسیار روشنه، بسیار بسیار روشنه. حرف این است که حریم مذهبی باید در اون چارچوب بمونه. وقتی وارد دنیای میشه مسئله است. اما در طول تاریخ چه کرده مذهب؟ چون این علمه نبوده و چون این فلسفه نقشی نداشته و مذهب غلبه داشته، مذهب اومده تو اصول قانونگذاری هم دخالت کرد. یعنی اومده گفته من تصمیم میگیرم چی یک پسر و دختر آمادن برای ازدواج و تولید مثل. اشتباهم کرده، به همین سادگی آمده اجازه یه رابطه داده که امروز میدونیم غلط. اگر ما این رو بپذیریم که طبق بنیاد مدرنیسم اصالت با انسانه، وقتی میگیم اصالت با انسانه چه چیزی رو میخواییم بگیم؟ یعنی چی اصالت؟ یعنی انسان رو، انسان اصله، در پای هیچ بوتی نمیشه قربانی کرد. یک. یعنی شما به هیچ وجه او رو کمتر از هیچ چی نمیتونید بدونید. این انسانی که اصله. شما نمیتونید بگید
خدا از تو مهمتره، برای که خدای آدم هاست، خدای خدا نیست. شما نمیتونید بگید حتی وطن از تو مهمتره. به همین که گرفتار اون خطری که امروز با در دنیا داریم که آقای پوتین هم داره برای اون درد سر درست میکنه، چینی هم درست میکنن، یه ناسیونالیسم افراطی که میتونه بره کاملا جای نازیسم و فاشیسم و کمونیسم هم بگیره و دمار از روز دقیقا. و این همون گرفتاری است که یک دفعه این کشورها دارن ادعای استقلال میکنن ولی قصدشون دو چیزه، انزوا و جنگ. یعنی مفهوم استقلال بستن در است و به همین جاست که ایزولیشن با مسئله ایندیپندنس میفته. تو دوباره برمیگردم. اصالت انسان یعنی چی؟ یعنی اصل انسان، انسان مهمه. چی میخوایم؟ یعنی اول انسان، انسان رو شما اصل میگیرید. حیوان مهم نیست. ماشین مهم نیست. باورها مهم نیست. چه چیز انسان برام مهمه؟ یعنی خود انسان به عنوان موجودی که من شما میشناسیم، تعریف عجیب و غریبی هم داره. یعنی بهروزی انسان، اصلا بهروزیش باز یه جزئی از انسانه. یعنی شما وقتی برمیگردید بگید انسان، فرض بفرمایید ما چی میگیم؟ میگیم انسان آزاده. خب یعنی ما قرار نیست او رو محدود و مقید کنیم مگر اینکه خودش بر اساس اون چیزی که روسو میگه قرارداد اجتماعی بیاد بگه آقا من این قرارداد میبندم، از این حقوق و آزادیام میگذرم، شما از حقوق و آزادیات بگذر، یه جامعه درست کنیم که هممون هم آزادتر باشیم، هم حقوق بیشتری داشته باشیم، تا این کم دیگه رو بکشیم. یعنی امروز اصل با اونه. درست پس که اصل با علمه. شما نمیتونید بگید اصل با اوهامه یا اعتقاده. اصل با واقعیته، نه تخیل. شما نمیتونید برید بگید در دنیای امروز که این آقا من خیال میکنم میخواد منو بکشه، پس پلیس بیا اینو بگیرش. میگن این تخیل توی، اصل رفتار اون آدمه و واقعیت. هر وقت دلایلی برای اینکه خواست تو رو بکشه پیدا شد یا در اون زمینه اقدام کرد، ما میایم وارد صحنه میشیم. بنابراین شما دیدید شعار رادیو همراه چیه؟ اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. اینا اصله برای من و رادیویی که من ادارش میکنم براش اینا مهم. اول انسانه. انسان رو به پای هیچ بوتی نمیشه قربان. هیچ چیز برتر از انسان نیست، هیچ چیز برتر از انسان نیست، نه خدا، نه دین، نه وطن، نه هیچ چی دیگه. اصل انسانه و به همجاست وقتی شما اصل انسان گرفتید دیگه نمیتونید قربانیش کنید، دیگه نمیتونید به بهانه خدا بکشیدش. چون یادتون باشه، باز تکرار میکنم چون این موضوع مهمه، هر کس که خدا رو باور داره به من نشون میده که از او کوچکتر نیست. خدایی که من باور دارم از من کوچکتر، برای که در ذهن من، من محاط بر اونم و او محیط بر من، او در منه. و به همین جاست که شما نگاه کنید از یه بچه 2 ساله بگید خدا چیه، بعد بگید 10 ساله، بعد بگید 30 ساله، بعد بگید از یه آدم دانشمند، همشون دارن عقاید خودشون رو میگن. هیچ کس تا به امروز راجع به خدا هیچی نگفته. پس برام وقتی هیچ کس تابعه نزده جون خدا هیچ نمیده. یک شخصیت معروف، من واقعا بینندگان عزیز، من نمیدونم چی کار باید بکنم، چون از شروع برنامه تا این لحظه هیچ خط تلفن هم اعلام نکردیم، ولی من تکسایی دریافت میکنم که به نظر میرسه اهل بخیه دارن این سوالات مطرح میکنن یا بینندگانی هستن که معمولا کمتر پرسش میکنن. الان ببینید یک پرسشی رو این بیننده مطرح کرده، میگوید در چی میگین در مورد آقای استفن هاوکینز که میگه که دنیا توسط خدا خلق نشده و ایشون خدایی در کار نبوده برای خلقته. ببینید همین اتفاق، خوشحالم که مطرح میکنید. ایشون همینقدر که شما بگید خدا نیست، حتی از نظر فلسفی یعنی یه چیزی هست یا میتونه باشه، یعنی خودش همینجای گیر بزرگه. چون روزی که شما میگید خدا نیست، میدونید چیا میگه نیست. میخوام اولا بدونید. دوم ایشون اومده تفکیک رو کنار گذاشته. ببینید جام فروزنده، در طول تاریخ تمام کسانی که به جنگ خدا رفتند باختن. از مارکس گرفته تا فروید گرفته تا کسانی که همه اومدن خدای مردم رو رد و نفی کردن. جناب فروزنده، وقتی شما برای گفتید خدا، در حدود 4003 سال قبل از میلاد حضرت مسیح که میشه 6000 خورده‌ای، حتی تاریخش هم مشخص کردن، جهان رو خلق کرده. اول مثلا زمین رو خلق کرده، بعد آسمان رو خلق کرده، بعد نمیدونم روز دوم چنین کرده. همه میتونن این رو از نظر علمی رد کنن که اصلا حرف بی پایه و بی مایه است. ولی در اینجا شما گفتگویی رو که منتسب به خداست، یا شما میگید خدا گفته رو رد میکنن، خدا رو رد نمیکنن. حرفی هم که ایشون میزنه هرگز نمیتونه، ایشون میتونه بگه خلقت
بدون خدا هم ممکن. مثلا حرفشون هم درست، خلقت بدون خدا ممکنه، ولی نفی خدا رو که نمیکنه. مگر اون کسانی که آمدن گفتن چون خلقت وجود داره بس خدا وجود داره، ایشون میتونه بگه خلقت میتونست نباشه و یا میتونه بدون خدا موجود باشه، ولی خدا رو نفی نمیکنه. ببینید تمام سوء تفاهمات در این تجزیه و تحلیل هست، تمام سوء تفاهمات. و به همین جهت هست که من در اون سی دی علم و شبه علم که با دو دوست عزیز اونجا راجبش صحبت کردم و در گفتگوهایی که داشتم گفتم روزی که یه عالم به خودش اجازه میده بگه خدا هست یا نیست ما گرفتاریم، برای که بحث علمیه، بحث علمی هیچ کس حق نداره اونجا بره. ایشون میتونه اینو بگه که شما تا به امروز میگفتید که جهان احتیاج به خالق داره، من به شما میگم نه. همونطوری که استدلالی که فکر کنم چندی قبل هم شما کردید، چون کسی که میخواد استدلال رابطه علت و معلول بکنه اول باید بدونه علت و معلول تعمیم اصل این همانی است، اصلا از نظر فلسفی و علمی غلطه، اصلا کازالیتی. دوم، شما اگر گفتید جهان احتیاج به خالق داره، اون آدم بر اساس همین منطقه بی خود میتونه بگه خدا رو کی ساخته و این گرفتاری است. حرف از یه طرف سخیفیه، از یه طرف حرف عمیق و سنگینیه. حالا وارد اون بحث دوگانش نمیخوام بشم. حالا شما وقتی آمدید گفتید خدا وجود داره، به خلقت نگاه کن که چه چیزی درست کرده، پس حتما خدا هست. ایشون حرفش این است که نه، خلقت بدون خدا هم ممکنه. از نظر بحثی که از نظر علمی میکنه، ولی خدا رو نفی نمیکنه. او هرگز نمیتونه بگه خدا نیست. اصلا خدا خلقت رو انجام نداده. مثلا شیطان انجام داده، اصلا خودش شده. نفی چیزی که ما نمیدونیم چی هست و چی نیست که نمیکنه. به همین جاست که تو این گونه مباحث یه مقدار دقت علمی و فلسفی لازمه. و به همین جاست که شما چی به من فرمودید در دنیای مدرنیسم بحث خدارکاری، گفتم شما باید این تفکیک رو بکنید. از نظر من مادام که تعریف علم درک واقعیات اشیا از طریق تجربه، مشاهده و آزمایش بر مبنای فلسفه و جهان‌بینی و تأکید بر روی کمیته، اگر این تعریف علمه، هیچ وقت حق نداره بگه خدا هست یا نیست. اصلا نمیتونه موضوع خدا توی کتاب علمی نوشته بشه. و همینجاست هم نمی‌نویسن. شما تو کتاب‌های دانشکده پزشکی، دانشکده مهندسی، دانشکده که همینجوری میگه خدا، خداوند به میکروب وبا گفت را بیفت، خاک بر سر این میکروب وبا، ما چیکاری نمی‌کنیم. بس علمی است. آزادی انسان در این پروسه طولانی که در پیش رو داریم، چون حالا خیلی فاصله داریم تا به اونجایی برسیم که انسان محور نگاه ما باشه، درسته؟ معلومه که اصلونه دیگه. بله. تا ما زمانی به اون میرسیم که خطر یورش مذهب به علم به حداقل رسیده باشه. بذاریم بیرو دروسی بگم، زمانی که انسان از مذهب و خدا رها بشه، نه، زمانی که انسان مذهب رو تو دنیای علم و طبیعت نیاره، اونجا خیلی متفاوت. زمانی که شما تو زمانی که شما این رو دارین، دکانداران دین هم در سراسر جهان دارین. نه، این که مهندس نیاد به دلیل اینکه با برق آشناست، با مغز من که کار برقی میکنه کار داشته باشه، دکترم نره سیمکشی برق خونه کسی رو بکنه. یعنی اون زمانی شما با مسئله و مشکل روبرو میشید که هر کسی از کار خودش خارج بشه. بنابراین من به این که مذهب هست یا نیست بحثی ندارم، اون سر جای خودش، سر جای خودشه. اشکال کار وقتی همونطور که شما به درستی فرمودید بیاد یه جای دیگه. روزی که یک فرض کنید پزشک را بیفته و بخواد بره یه مسئله حقوقی رو یا قانونی رو یا یه مسئله مهندسی رو حل کنه، روزی که مهندس را بیفته بخواد بره بیماری یا آدمی رو معالجه کنه، ما اونجا گرفتاریم. ولی اگه تفکیک بشه ما مسئله اینه. آخه در این مرزگذاری شما با علما اونقدر مشکل ندارید، با فلاسفه هم ندارید. این مذهبیون هستن که از این مرزا رد میشن و تجاوز میکنن. بیش از هر زمان دیگه متاسفانه حق با شماست. اشکال کار باز مذهب نیست، آدم مذهبی است. به درستی میفرمایید. اظهار مشکل علم نیست، عالمی است که داره از علم استفاده و سوء استفاده میکنه. به همین جاست که مسئله علم و فلسفه و مذهب یه مسئله است، ماجرای عالم و فیلسوف و مذهبی و معتقد یه چیز دیگه است. اما شما به یه موضوعی هم اشاره کردید که دلم میخواد یه روزی اگر فرصتی شد با اون مسئله آزادی است، چون اونجاست که مسئله انسان با اون تعریف میشه، شناخته میشه. فرصتی بود بتونیم با هم صحبت. من فکر میکنم امشب بحثمون تموم نشد. متاسفانه نشد. هفته آینده ادامه میدیم.
در خدمت جناب دکتر هولاکویی هفته آینده که هستین. بله. در خدمت جناب دکتر هولاکویی خواهیم بود. بینندگان عزیز، من این پرسش‌های تکسی شما رو توانمندی خواهم کرد، خواهم پرسید. به حال از حضورتون تشکر می‌کنم آقای دکتر، از پیمان و صبرش در اداره برنامه ممنونم. به همه شما عرض می‌کنم که لب‌هاتون پر لبخند، دل‌هاتون شاد. روزگار به کام باد. به امید روزی که انسان به انسانیت برسه. به حال خدا قدری راحتمون بگذاره و مذهبیون هم بذارن انسان زندگیشو بکنه. با ما باشید. شبتون